سازمان ملل متحد 25 نوامبر 4 آذر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. همه ساله در این روز فعالان حقوق زنان به بررسی ابعاد خشونت علیه زنان می‌پردازند. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. سازمان ملل متحد در هفتم اکتبر 1999 طی نشست مجمع عمومی خود 25 نوامبر چهارم آذر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. 25 نوامبر 1960 خواهران میرابال در جمهوری دومینیکن توسط رافائل تروخیو دیکتاتور وقت این کشور به جوخه اعدام سپرده شدند و این انگیزه جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در دنیا شد اما در بعد جهانی چهل سال بعد به نتیجه رسید در سال 1993 عنوان بین المللی رفع خشونت علیه زنان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و شش سال بعد به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان مجددا با آرای اکثریت کشورهای عضو به تصویب رسید. فعالان حقوق زنان همواره تلاش می کنند به مناسبت 25 نوامبر به تبیین انواع خشونت علیه زنان بپردازند و سطح آگاهی های عمومی را نسبت به این نوع خشونت ها ارتقا بدهند. در مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم همواره منش و رفتار با زنان و دختران الگویی مناسب برای جوامع بشری بوده و هست. امامان شیعه علیه السلام نه تنها با زنان و دختران خود رفتاری به دور از خشونت و سایر رضایل اخلاقی داشتند بلکه همواره با رفق و مدارا و مهربانی با ایشان برخورد میکردند. در این میان نوع رفتار پیامبر عظیم و شن اسلام صلی اللہ علیه علیه سلام الله علیه و آله با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و نیز رابطه امام علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین الگوی مبارزه با خشونت علیه زنان در تمامی اعصار محسوب می شود آن هم در دوره ای که جوامع عرب جاهلی زن را زنده به گور کرده و بیشترین تحقیر و ظلم و تبعیض را نسبت به زنان روام می مسلمان آزاد امسال در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان از جوامع بین الملل، سازمان های حقوق بشر و دولت های دموکراتیک خواست تا قوانین و رویه های خود را برای حقوق زنان به روز کنند و خواستار اجرای عدالت برای این بخش به ویژه در مناطق درگیری در خاورمیانه میانه شد. این سازمان در پیامی که به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است اعلام کرده که گزارش های حقوق بشر در چند سال گذشته حاکی از نقض فزاینده حقوق زنان به ویژه مواردی است که در معرض خشونت فیزیکی و اخلاقی و محرومیت های اجباری از حقوقی است که توسط قانون اساسی و قوانین بین المللی و محلی تضمین شده است. از سوی دیگر و در ایران زنان و دختران متاسفانه از قربانیان سیستماتیک خشونت هستند. به ویژه در پی مرگ پر ابهام محسا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس ایران که در پی آن خشونت علیه زنان در جامعه ایران بار دیگر در صدر توجه افکار عمومی داخل و خارج این کشور قرار گرفت و موجب بروز موج اعتراضی گسترده شد که بیش از سه ماه است اکثر استانهای ایران را ملتهب کرده است سعید بهاری اخبار گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمی شیخ محمد هدایتی مدیر مسئول شبکه ماهواره سلام از میشیگان و از ایشان پرسیدم چگونه از الگوی امامان شیعه میتوان برای روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بهره برد با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز برای روشن شدن سوال شما این نکته در ابتدا باید مورد توجه قرار بدیم که فلسفه وجودی آفرینش هستی یک زن است یک زنی به نام حضرت زهرا سلام الله علیها که در حدیث قصی معروف میفرماید لولا فاطمه لما خلقتکما کما یعنی علت مقدسه و مبقیه جهان هستی این بزرگ بانوس که حتی اگر نمی بود خداوند پیامبر و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما را که اشرف مخلوقاتند رو خلق نمی کرد. اون بانویی که سرانجام در جوانی قربانی خشونت اوریان و استبداد دینی شد بنابراین شیعه در طول تاریخ با ادبیات انتقادی مذهبی خودش با بهرهوری از ساده ترین و ابتدایی ترین ابزار اطلاع که مرسی خانی بوده چهارده قرنه که مبارزه با خشونت علیه زن رو نهادینه کرده و حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان بزرگ قربانی خشونت معرفی کرده و این صدا و آوای خودش رو با مرسی خانی و مجالس فاطمیه در طول قرنها به گوش جهانیان رسونده وقتی این موضوع را در پرتو کلام امامان شیعه میخواهیم مورد بررسی و چشم کوتاه قرار بدیم میبینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام چه زیبا میفرمایند المرأتو ریحانه و لیست قهرمانه پیام های متعددی از همین جمله کوتاه حضرت قابل استفاده است از جمله اینکه این جمله کوتاه خط بطلان میکشه بر تمامی انواع خشونت بر علیه زنان پیام دیگر این حدیث شریف این هست که زن مظهر عاطفه تراوت و شادی است و زینت بخش نهاد مقدس خانواده است سومین پیام مهم این جمله امیر مؤمنان این است که زن برای خودنمایی و استفاده ابزاری برخی مردان هوسباز و یا اینکه وسیله تبلیغاتی بازار تجارت و فروش اجناس بنجل جهان مادیگری و کاپیتالیسم و ماتریالیسم امروز نیست اونگونه که متاسفانه با زن در جهان امروز و در فضای تبلیغات امروز با اون برخورد میشه و البته این حدیث شریف پیام های دیگه داره که در این فرصت کوتاه مجالی برای بیان و شرح اون نیست زن در کوتاه سخن در کوتاه بیان این هست که به مقامی میرسه که لولا فاطمه لما خلق کما این زن ام ابیها میشه این زن با مقام به اون مقامی میرسه که پیامبر خم میشه و دست دخترش رو میبوسه این زن میشه ریحانه و گل این زن محور آیه مباهله میشه این زن مادر افراد آیه تطهیر میشه حالا حضرت زهرا که معصوم بود به اسمت کبرا ولی دخترش که اسمت کبرا هم نداشت دانش آموخته مستقیم وحی الهی میشه اونجا که امام سجاد علیه السلام میفرماید انت انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه تو دانشمندی هستی که معلم ندیدی معلم مستقیم تو خداوند تبارک و تعالی بوده و اما آخرین جمله من در این مجال این باشه که اونجا هم که فردی شرور و تغیانگری از جنس زن از رسالت انسانی الهی خودش فاصله میگیره و بازیچه شیطان و خواهش های نفسانی خودش میشه با اقدامی غیر اقلایی جنگ افروزی میکنه 25 هزار نفر رو در جمل به کشتن میده و مقدم سازی میکنه برای جنگ های بعدی که سفین و نهروان باشه مقام ام, الم... ام المؤمنین بودن خودش رو از کف میده و از طرف مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام مظهر ناقصات العقول میشه چرا که عقل خودش رو آگاهانه زیر پا میگذاره و آشکارا با امر الهی که به زنان پیانبر میفرماد و قرنفی بیوت کن نه در خانه های خودتون بنشینید مخالفت میکنه ما باید این چهره های مثبت تاریخ اسلام که فراوان بودند در مقابل نیز چهره های منفی اندکی که بودند به عنوان الگو و سرمشق و عبرت برای خودمون و برای جامعه جهانی معرفی کنیم و بشناسیم و معرفت پیدا کنیم